همراهان عزیز و گرامی و خوبانی که برنامه سفره ایمون رو تماشا میکنین، دوباره خوش آمدین. خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان و خانواده محترم و عزیز و گرامی که بحث برنامه رو تماشا میکنین. از شما دعوت میکنم که برنامه سفره نور امروز همچنان دنبال کنین. ما مهمانان عزیز و گرامی در برنامه با خود داریم، هر کدام محترم انجینیر سیب احمد ضیا عظیمیان، مسئول اجرای پروژه‌ای که روز گذشته در ولسوالی زندجان افتتاح شد، شهرک نوآباد و حدوداً 15 خانه با استانداردها و سبک‌های بسیار خوبی که توسط انجینیران محترم ساخته شده بود تحویل مردم داده شد، صحبت می‌کنیم از چگونگی اجرای این پروژه، تطبیق این پروژه و اینکه چه مدت زمان را در بر گرفت. و مهمان بعدی ما محترم محمد نادر محمدی، معاون مؤسسه خیریه احساس خانم حسن و درباره پروژه های آمول منفعی که این مؤسسه در ولایت هرات و حوزه غرب افغانستان داشتن در این حوادث طبیعی اخیری که اتفاق افتاده بود و همچنان در کل در ماه مبارک رمضان میشنویم. انشاءالله در کنار ما باشیم و از این صحبت ها مستفید بشین. هر کدام سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما جناب عظیمیان سید. سلام باشین. زنده باشین جناب محمدی سید. سلام علیکم و رحمت الله خدمت بینندگان عزیز. امید که خوب و خوش باشیم و روزه خوبی سپری کنیم. خداوند توفیق بر هم و شما بده که انشاءالله از روزه استفاده خوب بکنیم. بسیار عالی، تشکر. ما قبل از اینکه وارد بحث بشم میخواییم بدانم که چگونه سپری شد ایام مبارک رمضان تا این لحظه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام دارم خدمت شما و محترم هادی جان و بینندگان عزیز. فصل خدا ماه مبارک رمضان که حالی به فصل خوبیه که واقعا سختیه، هوا خیلی خوبه. باز خصوص همی 7-8 روزی هم که ما هنوز مسئولیت اجرای پروژه بودیم که بالکل نفهمیدیم، چون مسئولیت بودیم کارا تا سعی میکردیم شم میشد. فضل خدا خیلی خوب خوش دیر شده، آب و هوا هم خوبه. بسیار عالی، خیلی عالی. و خصوصا در این ایام مبارک یک پروژه بسیار خوبی هم کار از او تمام شد و بهره برداری سپرده شد، از جمله فیوزات در ماه بشه گفت. حتما. جناب محمدی صاحب، بر شما چگونه سپری شد ایام رمضان تا این لحظه؟ روزه خود سختی آخر داره، ولی الحمدلله انسان که به ثواب یا به دستور الله وقتی که اطاعت میکنه برای آدم آسانی میاره، الحمدلله با آسانی تیر میشه. الهی شکر. و تا این دم و تا این لحظه که اصلا متوجه نشدیم چگونه سپری شد ایام مبارک. و چقدر خوبه که این ایام و این فرصت با کارهای خوب سپری بشه. جناب عظیمیان صاحب، ما روز گذشته شاهد بهره برداری یک پروژه بسیار بزرگ در ولسوالی زندجان بودیم، اجرای خانه های بسیار خوب و معیاری برای مردم قریه نوآباد، یک شهرک جور کردیم با تمام امکانات و با تمام مواردی که نیازه برای هر خانه، برای هر خانواده. میخوایم که درباره این پروژه اول یک معلومات بدین برای ما مردم، چگونه پروژه ای بود و چگونه به اجرا در آمد. این پروژه خب به اساس همون مسئله شد که زلزله شد برای همین مردم. اگه کمیته جلوتر بریم، احساس به مو دقایق اول که همین مسئله شد به ساحه رفت و همین سرویدشت و توزیع مواد و دیگه همون احتیاجاتی که اون مردم داشتن به کمک از اینا شد و همین شد که باز بعد از این مرحله ساختن خونه ها شروع شد برای از این مردم، چون هوا رو به سردی بود. همین احساس کردن دولت و مؤسسات و همه که چی کار بکنن که اینا از همین سردی نجات پیدا کنن. خب این منطقه که انتخاب شد از طرف احساس، اینا مردم میبینن که اینا مربوط همینجا یک قریه بنام پار موشک، اینا یک قومی از اینا جدا شدن به یک جای جدا تقریبا 1.5-2 کیلومتر از اینا جدا به یک جای اینا همین قومی 15 فامیل بودن. منطقه اینا از مسیر همین کمک ها اینا هم کمک چپ بودم، اینا کمک بیچاره هم بوده به اول همیده ایده به این مسیری که کمک ها بیشتر میرفت و قریا بود، اینا یک گوشی بودن به پناه یک تپه که خیلی دیده نمیشد.
همون وقتی که کمک ها شروع شد همون مردم قابل میشه گفتن که به اون منطقه هم مردم های هستم که از این گرفتم اینا چون یا یک قومی هم خودی هم برار و برار زاده و همیتا چیز باز که ما رفتیم واقعا اونجا اونا بری از اینا تا چند روز بعد از زلزلش کمک نشده بود تا خیمه هم از اینا داده نشده که به همون خونوکی چند شب اونا به بیرون سپری کردن خودی زن و مرد و طفل و همه خب اون منطقه تو شد که اینا خوب بود که 15 فامیل که سرویس شد 15 فامیل بود و احساس برای از اینا کمک هایی که به کار بود بکن بعد از اون کمپاین شروع شد که برای از اینا همه خونه ها شروع شد احساس همین فکر کرد که همین چه تقریبا جا برابره همین مسئله از اینا کمپاین کرد تا برای از این برای از این مردم بتونه یک پولی پیدا شه که همین 15 فامیل به زینا بسازن و همین بود که همون نتیجه خوب داد که بعضی نهادهای خیری بیشتر کنی کمک ها بیشتر از خارج شد و از داخل از خارج هم بود بعضی نهادهای خیری که به خارج بودن یه چیزها رو بدیدم و در ضمن ارتباط خود احساس هم داشتن اونا رو یه علاقت پیدا کردم و چندین نهاد خیری به انگلستان هم تا اینا خود هم جمع شدن بعضی که خود احساس شناسایی داشتم و بعضی هم همونا اونجی دگرار جمع کردن که یک پولی بشه که برای این مردم بسازن بالاخره همیتا یک پولی بشد و جمع شد و اونو یک نماینده روان کردن به نام آقای خطیبزاده که واقعا آدم امینی بود اینجی چون خیلی دغدغه داشت که این پول به اون راهی که بکاره به جایی که بکاره به دست همون تو یک نهادی سپرده شه که این پول به بیراه نره از این استفاده 100% استفاده شه فهمی بود که او خو اول احساس مراجعه کرد که همین پول خو از این جنبری و آدرس داده شده بود و همون حال همون خیلی بازم تحقیق کردی طرفی طرف و باز قرار بود که حتی به شرکت بدم باز این پول از اینا رو حساب میکردیم به شرکت خو شرکت قانون همونه که 1% باید نفی هم برای خوبر داره اگه او برمیدهش خب بالکل پروژه ناقص میشد و این مسئله شد که احساس گفت که ما همین کار ما میکنیم ما فایده هم نماییم همین پروژه ما اجرا میکنیم بخواد به همون ادامه کارهای خیری که دیگه که داره که اونجی محصی خیریه دیگه به خاطر نفع شخصی نیه خب بالاخره بعد از خیلی کار دیدن این طرف این طرف و سروی های خود امون نماینده از اینا که گفتم آدم دغدغه خیلی زیاد داشت واقعا به این فکر بود که همی به دست اهلی و بده داده شه بالاخره همی خود شرکت خود مؤسسه خیریه احساس توافق همی شد که همی خود شما بسازه خب احساس هم به این ظرفیت به این وسعت پروژه تا حال کار نکردید اگرچه کارهای ساختمانی مسجد و بعضی کارها دیگه ساختمانی بکردید منتهی وسیع بود خب چون این وقتی بود این مردم هم مردم ضرورت داشتن برای از به این کار همی احساس بکرد که مگر همی کار اگه ما نکنیم باز همی کار هم کیفیتی و خوب نمیشه و هم شاید 15 خونه این پول از اینا شاید جواب نده اگه بود خرار بید که از این یک نفی بخوام میگرفت این باعث شد که احساس یک تیم خاصی تهیه کردیم از انجینرها و لوجیستیک و همه چیزی که تمام هم مقام از این همین شد که همین پروژه شروع کنند که این پروژه به فضل خدا شروع شد دیگه نمیفهم که تا آخری ادامه بدیم یعنی باز سوالاتی همچنان داره ما از شما میخواییم که همچنان صحبتهای شما داشته باشه این جناب آقای محمدی عزیز مینیسه معاون مؤسسه خیریه احساس در باره برنامه های اعمال منفعی که داشتیم برای من بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله مؤسسه خیریه احساس یک مؤسسه مردمیه در او نهاد یا ما یا یک انجمن یا هیچ شخص در او سهم یا که نفع نبره الحمدلله مردم رضاکارانه در اینجا کار میکنن غیر از کارمندایی که در اینجا شب و روز کار میکنن دیگه اونا معاش میگیرن بیشتر کسا در اینجا رضاکارن الحمدلله مؤسسه خیریه احساس از روزی که افتتاح شده برای کارهایی که واقعا زربنایی کار کرده از جمله کارهایی که احساس داره الحمدلله خیریتی های داره که برای اطفال داره خیریتی های برای یتیم های
که اونا در بخش اوناس هم برای از اونا داره که برای از اونا شغل یاد میده. بخش کیف دوزیر داره ما به همین زودی ها انشاءالله بخش کفه شیر شروع میکنیم. دیگه کارهایی که الحمدلله احساس پیش میبره اینجا هسته و ما گفتن مسائل مسجد، مسائل خونه هایی که الحمدلله شهرک افتتاح شد چند روز پیش. ما کسایی هم داریم که اونا بیوزنن که اونا ماهوار از احساس کمک میگیرن و این کمک ها بیشتر از داخل و از بین خود مردم افغانستان یا مخصوصا از مردم هرات جمع‌آوری میشه و اینا بین مردم به اساس سروی هایی که هیئت سروی میره و خانه ها سروی میکنه بعد از اون توزیع میشه. الحمدلله به ارتباط زلزله هم احساس بیکار ننشست. به همون روزای اول ساحر رفت دید ما تقریبا چند گروه بودیم که رفتیم ساحر سروی کردیم. بله. چیزهای اولی که مردم نیاز داشتن اونا رساندن برای مردم. بعد از او احساس به این فکر شد که این مردم نیازمندن که یک سرپناه به این زمستون داشته باشن و با مؤسسات بیرونی به ارتباط شدیم. موضوعات و سروی هایی که ما داشتیم برای از اونا شریک کردیم و خوشبختانه برادرانی که در انگلستانن اونا خود ما موافقت کردن که همین 15 بابخانه به همین شهرک نوابات که یک شهرک کوچکه و الحمدلله همین 15 بابخانه هم اون مردم توانایی داشتن و خود ما موافقت کردن و شروع کردیم کار ازیر و با همون نحو احسن کار از او پیش رفت. حتی شما در ساحه زلزله کمیسیون هایی بود از طرف امارت اسلامی افغانستان که جاهایی که کار از اونا کم کاری میشد کارا رو تعطیل میکرد. الحمدلله کار که او برادران میامدن میدیدن و همین مدت انجینر سبم هستن، یعنی شاید اونا یک دفعه یا دو دفعه ماده باشن، به مدت سه حدود دو ماه خورده که کار جریان داشت مردم دو دفعه آمدن چون کار دیدن و کار الحمدلله به مو میاری که بود که دولت تعیین کرد به مو میار به مو نحو احسن خود پیش میرفت. دیگه باز به ارتباط شدیم خود دوستای به آلمان که اونا باز پولای جمع کردن به ارتباط زلزله. باز ما اونا گفتیم که همین مردم مسجدی هم به کار دارن و دوستا باز مسجد در پیشنهاد دادن و ما هم الحمدلله مسجد در به اونجا به اجرا گذاشتیم که الحمدلله شهرک از یک مسجد خوب برخورداره و الحمدلله مسجد به همون نوع حسن و با تمام امکانات از اون و هم انشاءالله اجرا شد به اونجا و باز به فکر عزیز شدیم که این مردم فردا آب آشامیدنی از اینا چی رقم بشه. باز یک دوست یک خواهر بود که او از انگلستان آمده بود به اینجا و رفت شهرک دید و یک حالت چای آب برای از اینا قبول کرد که پول از اون بده و ما الحمدلله وش چای آب رو اونجا زدیم و الحمدلله مردم هر کدام از اونا مثل که مردم شهر به هر خانه خود یک نل دارن اونا هم همه امکانات رو الحمدلله دارن و الحمدلله احساس توانایی از این داره که به هر ساحه که دوستا خواسته باشن فعالیت کنه چون ما صدها رضاکار داریم و الحمدلله تجربه کاری خوب داریم و ما مقصد ما بیشتر همینه که همی پولی که از برادر که میای به دست ما این پول کامل مصرف بشه به ما برادر. حتی پولی که دوستا از انگلستان برای ما دادن همی پول را اکتفا نمیکرد همی خان 15 باب خانر. ما برای از دوستا گفتیم که اگر همی پول شما اضافه بیایه ما این به یک جا دیگه مصرف میکنیم، حتی اگر کم بود به شما از خود خود مصرف میکنیم و باز حتی همین خانه ها که هنوز حساب یا دقیق نشده ولی حدوداً تقریباً با بالای همین خانه ها $10,000 از احساس مصرف شده که همون وعده که ما به دوستا کردیم با همین کمبودی هایی که هم داشت انجینر سب هستن ما هیچ وقت از سمت از او کم نکردیم، از سیم از او کم نکردیم، از تمام استاندارد هایی که در این خانه بود ما هیچ چی کم نکردیم. حتی گفتیم هر چی که مصرف بشه ما همین خانه ها رو بم نو احسن و بم استاندارد اصلی از او کار میکنیم تا یکی یک کار خوبه و یک کار بسیار زیبای در اونجا انشاءالله ایداست بشه که سبا کسی که همون ببینه و کسی که استفاده کنه برای احساس و برای کسایی که در احساس کار میکنن دعا بکنن. و ما اونجا باز ابتکار دیگه که به خرج دادیم اونجا نالشنی کردیم که گفتیم یک ساحه سبز برای دوستا ایجاد بشه که انشاءالله یک انگیزه هم بشه برای خود از مردم که هم این نالا رفت کنن هم سایه خوردگه هم سرسبز بکنن. و الحمدلله احساس کارها و فعالیتی در ماه مبارک از رمضان هم جریان داره که ما در این ماه انشاءالله مکاتب شروع شده که ما تقریبا 650 یتیم اینا رو نمیفهم همیتا یک سره بگونه باز با آینده در ادامه صحبت ها میشه که شما پس به این نتیجه میرسیم که نهاد احساس می احساس حالا از نام از پیدایی که در بین مردم داره حس هم دردی حس هم دلی حس مهربانی
و در کل وقتی که ما میگیم همدلی از همزبانی بهتره، پس به اون احساس همدلی در واقع میشه گفت عمل کردن آده احساس در بین مردم، از بین مردم و برای مردم کار میکنه. و دوباره برمیگردم به شما و صحبت شما میخواییم همچنان ادامه داشته باشیم. جناب انجینیر صاحب گفتیم که یک پروژه بی سابقه و یک تجربه بی سابقه بود. وقتی که آغاز شد، خود شما شخصا بزرگترین دغدغه شما چی بود از این پروژه؟ اصلا چی احساس داشتید؟ اونا دغدغه منفی نداشتن، دغدغه چون با پشت سر خود گفتم اون یک تیم قوی به احساس ساخته شد و دلجمع هم بودیم کمیتر که محمدی صاحب گفتن که ایتنه که ما اگه وقت بودیجا دم محدوده مجبوره کمیتر که من که دستا دست خور گرفته کار کن، اینجی دست ما وا بود کمی، یعنی اگه پول کم بیایه باز از یک جای دیگه یک برادر یک کسی شاید او کمک کنه که همین کار به مو استاندارد خود بشه و همین تن بود. چرا این نقشه داده شد از طرف ریاست شهرسازی و مگر طبق همون نقشه مگر ایداس میشه. در زمین واقعا خیلی کارا دولتی هم میدنه و هم شاید اونجیشون منطقه زلزله زده هم بود، واقعا محکمتر هم بود، پرمصرفتر هم بود. ما شما اکثرا همی خونه هایی که با شهر ساختیم به سقف از این که ما همون جاله که بندازیم یک جاله اونجی دو جاله سر هر خونه بود، در حال که خونه هم خیلی خونه ها وسیع کلانی نبود، مثلا 3x5 بود در حال به خاطر اون محکمی بیشتر، به خاطر محکمی و به خاطر که شاید اون منطقه زلزله خیزه احتمالا اونجی خیلی شدیدتر بود زلزله نظر به شهر که ما شما داشتیم دیگه، خونه پخته هم اونجی بود دمیده خراب شد دیگه، او دغدغه خاصی نداشتیم، هم تجربه داشتیم برای از این کار، هم تیم برابر داشتیم دیگه، همون کارهایی که قرار بود پیش از او مطالعه هم بشده بود که چه کار بکنی. خب همین کسایی که کار هم میکنن تجارب داشتم، اگه برای تجارب تدارکات بود، برای تجارب خود ساخت ازی بود، ما خود ما هم شرکت شخصی هم داریم که کار میکنیم، یعنی تجربه از او هم داریم، حتی از خود ما به این مثلا نخر گرفته شد که اگه شما میسازه من بیاییم و همون نخری که اینا دادم ما قبول نکردیم، یعنی یک لگریپه نخر ما نظر بزینا بالاتر بود که ما گفتیم اگه میسازیم شخصی میدیم ما بدید است، اگه نمیسازیم ما چون اعضای همی احساسیم همکاری خود هم میکنیم همیتا میسازیم هرچی که این پول رسون تا هر جا که رسون تا، پس به این لازم دقلقی خاصی نداشتیم، بسم الله گفته کار شروع کردیم، انشاءالله چون میفهمیم که کارم کار خیریه و یه امید داشتیم که انشاءالله بند نیمانیم و همیتا واقعا به مو امید کار شروع کردیم تا آخری که مشکل هم فضل خدا نخوردیم و کارم کار خیلی با کیفیت شد که تمام همون کمک کننده ها اینجا به ایراد از طرف هیئت ناظری هم داشتن که اونا خیلی می آمدن اقلا هفته یک دفعه می آمدن، خب اونا هم همون رضی بودم، از طرف دولت هم هر وقت که آمادم واقعا رضی بودم، همون که محمدی صاحب گفتم یک دو صد دفعه بیاندن دیدم که کار همون طبق پلان پیش بره، بعد از اون اصلا ایله کردم نمی آمادم دیگه می فهمیدن که کار شخصی نیه که از بغل بغل عزیزده شه، این همون خیریه و در زم خود دولتی هم همین احساس خوب میشناسم آره اعتماد دارم واقعا به اساس همون اعتماد اونا میته خیلی برای ما گفتیم من گیر ندادم و چیزی نداشتم و چیزی نبودم چیزی، فضل خدا کار خیلی با کیفیت و همیته که شما دیدین نمیفهم شاید همزمان بزی تصویر هم شما پخش کنیم ببینید خیلی کار با کیفیت شده و خودم اون مردم هم بزی بیدم و کسایی که از چهار طرف هم از دگه جهان میامدم و این فکر بودن گفتن کاش که همین جامعه را همین شرکت می ساخت، خب این فکر بودن که همین شرکت ها می سازن همین می سازن، چرا بود اگه جامعه ساخته شده بود شکایت داشتن از اینا، اصلا خدا مشکل نداشت خیلی عالی بسیار عالی. اگه چه مدت زمان رو در بر گرفت جناب آقای عزیز؟ بیش از دو ماه در بر گرفت، اگرچه دو ماه بود قرار بود که دو ماه فکس خلاص شه، خود چون این کار وسعت دوست زیاد به این ماوین ما به سردی هوا میخوردیم که او کار با بی کیفیت میشد، پس وقتی تو بود ما کار تعطیل میکردیم،
و منطقه از یه منطقه خوشربات هنگی و نومه دیگه اما مردم میفهم که اینجی همیشه نظر به هرات اقلا ده درجه سرد پاره چون زیر بند بغلچر قرار گرفته که جای سرده هوا اگه بابو خونکی هم نمیخورد زودتر میشد منطقه به خاطر سردی هوا از اینکه کار بی کیفیت نشه که مگه تعطیلی هم بشه بیش از دو ماه در بر گرفت بشه آخره کار به اتمام رسید بسیار اصلا کیفیت هم دارد کیفیت در نظر گرفتیم یک مسئله دیگه هم بشد که همی پروژه تنها دو ماه بود اما به این جریان مسجد یک مراب مسجد هم زیر علاوه شد بلد. که او هم کمک وقت گیر شد حتی کار ما خلاص مست بشه که او شروع شد و کاری کردن که اینا هم با هم خلاص شد هنوز مسجد خلاص نشده بود که همیتر باز یک حلقه چا در نظر گرفته شد برای از این که باز چای آب یا چا میدینی هم برای از این مردم آب صحی تهیشه او هم کارا خوردش پیپ دوونی دشت و زخیر جای زخیره بکاردشت کندن چا بکاردشت مسیر پیپا کندن کری بکاردشت و باز او شروع شد برای یعنی اینا رو به مجموع بیش از دو ماه شد اگه باز تنها او شاید شرک تنها میبید ما به دو ماه انشالله خلاص میکرد بسیار عالی پس باز هم بیشتر دقت و توجه و تمرکز شما روی زمان نبوده بیشتر به این توجه میکردین که وقتی کاری سپرده شده و درستی تمام میشه وقتی کسی فرد اعضای اون منطقه و محیط استفاده میکنن فردا رو یک جای خیلی هم شما داشته خب این تنه که پروژه قانونا از نظر پروژه دولتی وقت داره اما وقتی اگه خلاص نشه حتی جریمه میشه و این مسئله اینجی در نظر نگرفته بوده اگرچه ما اگوی سردی هوار باز قانونی داره که باز هرچی سرد باشیم باز کنیم جای پور میدین که ما کار تعطیل او کم میکنم از این وقتی که تعیین میکنم دیگه این مسئله هم که میگیم ما اگه این مسئله هم نبود حتی او تفتیش هم نبود که بخ سردی کار کنه و گرمی کار کنه خب منتا چون خود ما هدف هم بود که کار به بیکیفیت نشه حالی که صبر کردیم گفتیم باشه چند روز دیگه هم مشکلی ندارم اون تا کار خوبی بتونه بسیار تشکر ما یک وقت میگیریم ان شاء الله باز دوباره برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم با شما محمدی صاحب و انجینیر صاحب دوستای عزیز سپاسگزاری میکنم از اینکه برنامه سفره نور رو تماشا میکنین یک وقفه داریم و شما مطالعه بعد توسط همکار عزیز ما که به دست شما خوان قرار میگیره میبینیم میشنویم بعدن برمیگردیم بیننده برنامه سفره نور باشه خداوندا تو را دارم غمی نیست خدا را داشتن کار کمی نیست در آن وقتی که زخمی بر دل آید به جز لطف خدایم مرهمی نیست با نام یاد پروردگار مهربان و درود و صلوات بیشمار بر فرستاده اش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراهان عزیز و گرامی سلام و وقت همه شما خوبان بخیر انشاءالله که در هر کجایی که هستین لباس گرم عافیت در بدن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشین خیلی خوش آمدید به برنامه سفره نور در ماه مبارک رمضان هستیم انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبولی درگاه حق بگرده خب بیننده های عزیز و گرامی در بخش مطالب سفره نور هستیم بریم ما با هم نگاهی بیندازیم به مطالب به این شش دلیل با خرما افطار کنید سرشار از آنتی اکسیدن است و موجب کاهش استرس و کاهش التهاب و ابتلا به بیماری های مزمن می شود جایگزین سالمتری برای قندهای تصفیه شده که در عین رساندن مواد غذایی به بدن میل به شیرینی را ارضا می کند خرما سرشار از قندهای طبیعی است که انرژی سریعی را به بدن می رساند و آن را به خوبی احیا می کند سرشار از پتاسیم، منیزیم، ویتامین B6 و آهن است که به سلامت قلب، استخوان‌ها و کل بدن کمک می‌کند. خرما بدن را آبرسانی، تعادل مایعات را بازیابی و از کم آبی بدن در طول روزداری جلوگیری می‌کند. خرما با فیبر غذایی بالایی که دارد به هضم غذا، حفظ سلامت روده‌ها و جلوگیری از یبوست کمک میکنه
خب بیننده های عزیز و گرامی، این بود داشته های بخش مطالب که تقدیم شما خوبان قرار دادیم. انشالله که برایتان مفید واقع شده باشه. بریم سراغ یک میان برنامه خیلی کوتاه. انشالله در وقت افطار ما هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. همراهان عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدین. برنامه سفره نور ادامه داره و تشکر از این که این برنامه رو تماشا میکنین. همچنان هستیم و مهمانان عزیز و گرامی ما هر کدام انجینیر صاحب احمد ضیا عظیمیان و جناب آقای محمد نادر محمدی با ما هستن. از صحبت خود در ادامه بدیم. خب جناب محمدی صاحب، با شما آغاز میکنیم. در قبل از وقفه درباره برنامه های رمضانی همچنان میخواستیم صحبت خود شروع بکنیم، میخواییم که ادامه بدیم. قبل از همین یک پرانتز وا بکنم که انجینر سب عظیمیان از جمله اعضای اداری احساس هم هستند و رضاکار هم هستند. خیلی عالی. و این معرفی از ما نشده بود. افتخار. و الحمدلله انجینر سب عظیمیان هم که گفتن که شرکت ساختمانی دارند و تجربه کاری در ساختمان سازی به حد بالای الحمدلله دارند و خود احساس هم همکارند و ما چون امی تیم داشتیم با خود این کارا رو هم به می اساس گرفتیم. الحمدلله انجینر عظیمیان واقعا کار رو به نوع احسن اونجا پیش بردن، چون هم تجربه داشتن هم الحمدلله از روی اخلاص کار کردن. اون جلوی روی نگفته نشه بس انجینر عظیمیان نشه و الحمدلله برای چیز واقعیت دیگه، یعنی برادرها دوستا حتی خبرنگارا که اینجا آمده بودن میگفتن ما خیلی شهرک داست کردیم، افتتاح کردیم، یعنی مثل از این شهرک همین رقم منظم نبود در برنامه افتتاحی. خیلی واقعا استانداردهای خوبی در نظر گرفت. الحمدلله یک شرک خوب مقبول و زیبا و از همه نگاه کامل دیگه. شما نگاه کنیم یک شرک که مسجد یا باشه، نل آب یا باشه، دیگه سرسبزی داشته باشه، خانه ها به اساس استاندارد خوب باشه، این نمیت جای شاید به شهر ایراد کم باشه. الحمدلله، یعنی مردم هم الحمدلله، امون مردم نوابات خیلی مردم خوب و مردم مسلمانی هم و خداوند الحمدلله به زنو امیت یک زمینی خوب مساعد کرد. الحمدلله برنامه رمضانی که الحمدلله ما داریم در رمضان، خب ما برنامه داریم که الحمدلله کمک و زکات و تمام صدقات رو جمع میکنیم از بین مردم. باز برنامه توزیع که ما داریم الحمدلله برنامه داریم برای اطفال یتیم، برای مکاتب از اینا که ما کیف توزیع میکنیم که این کیف هم از تولیدی های کیف توزیع خود نهاد احساسه. یعنی یتیم های در کیف توزیع کار شروع کردن، فعالیت شروع کردن، حال الحمدلله به حد رسیدن که کیف تولید میکنن و باز همین کیف های همین یتیم های که به نهاد احساس ثبتن، همینا رو الحمدلله ما پارسال خریداری کردیم و بازار امسال الحمدلله از تولیدات خود احساس برای اطفال توزیع میشه. کتابچه و قلم و این چیزا هم از بازار الحمدلله چیزی که بشه دوستا به ما اهدا کنن، خب چیزی که نشه ان شاءالله خریداری میکنیم و اون هم باز برای اطفال توزیع میکنیم. باز الحمدلله خو این رمضان هم پیش روی و از این طرف عید هم به جلوی روی، باز برای از اطفال یتیم الحمدلله از تولیدی خود احساس رخت دوخته میشه. یعنی ما به همین کارگاهی که داریم یک بخش کیفتوزیه، یک بخش هم خیاطیه، خیاطی لباس پسرانه و می کارگاهی که به داغ به پهلوی نهاده و در این کارگاه الحمدلله اطفال آمدن اینجا یاد گرفتن خیاطی، حال الحمدلله به درجه رسیدن که امسال یه لباس ایدانه تمام اطفال خود از اینا می دوزن و این الحمدلله تقریبا تا امروز که من صحبت کردم برای 120 تا طفل مانده که هنوز رخت اینا دوخته نشده. این هم انشاءالله تا 15 روز دیگه هم ختم میشه و برای از این مردم الحمدلله ما با بازار دوستان ما رفتند. کفش هم انشاءالله از خیلی از دوستا گرفته شده، کفش هم همین طبیعی بسیار از دوستا همین کفش هم اهدا کردن برای یتیم، از اطفال یتیم و انشاءالله ما به عید برای اطفال یتیم هم کفش داریم، هم لباس ایدانه داریم، هم انشاءالله که به توان ما باشه یک چیزی هم ایدی میدیم از پول نقد انشاءالله که اطفال باز از اطفال دیگه کمی نکنن به بازار به روز عید چیز میزیم به خود بخرم الحمدلله انشاءالله. و لباس های هم که الحمدلله از بین دوستا همیره هم جمع شده، یعنی پارچه فروش هایی که در بازار هستن دوستا ما رفتن و همه تکار هم از بین دوستا و الحمدلله مردم ما واقعا خیلی علاقه مندن که به ای که به اطفال یتیم کمک کنن یا کلن به مردم مستمند کمک کنن و به هر جا که ما رفتیم و همین برنامه خود گفتیم الحمدلله
همه پارچه ها رو دادن برای ما. یاری شاید در حد اگر ما اگر در حد ده تا پارچه خریده باشیم، بیشتر از این همه دوستا دادن، کسایی که پارچه فروشی دارن. و باز تکه های دادن برای ما دوستای از بازار از جاده لیلمی، تکه های زنانه که اونا رو الحمدلله باز ما دو بخش کورس های خیاطی داریم به قریه غیبتان و قریه افسلاباد، که در این جمع دخترها الحمدلله خیاطی یاد گرفتن حاله و حال کار از اونا به رسیده که تولید میکنن لباس زنانه را. و الحمدلله برای اطفال یتیمی که دخترم و الحمدلله امسال امورم اونا تولید کردن و انشاءالله به اید هم ما به اطفال یتیمی که پسرن و هم دخترن انشاءالله ایدانه توزیع میکنن، هم کفش هم لباس هم پول نقد انشاءالله. این برنامه هایی که بود در این مار داریم و انشاءالله کمک هم که جمع بشه به خانواده هایی که فقیرن انشاءالله کمک نقدی هم توزیع داریم انشاءالله. خیلی عالی. پس در هر فصل سال و در هر موقع اون برنامه خاص خود داره. الحمدلله ها انشاءالله. بسیار خوب. و این همون نشان دهنده ای هست که چقدر به فکر مردم هستن. شاید حالا بالای صدها نهاد یا بیشتر در هرات و افغانستان در بخش خیریه فعالیت بکنن، اما ای که حالا به چی تعداد هم و قم از اون مردم و شرایط و بالاخره همو وضعیت درونی و فکری و خانوادگی هست کمتر توجه و دقت داشته باشن. تشکر و واقعا کارهای شما، فعالیت‌ها و برنامه‌های شما قابل ستایشه و ای که اکثرا دوستا گفتیم که با به صورت رضاکار به صورت خیریه میاین در همو لحظات فراغت خود در وقت میگیرن در اونجی. یک پیشرفت کار ما همین الحمدلله، یعنی در این مسئله پول مطرح نیه، مسئله که کسی از اینجا سود ببره مطرح نیه. کسی مثلا کار خورداره، کاروبار خورداره، امیر روزی و زندگی خور از دگه جا تامین میکنه و به اینجا فقط خالصانه برای رضای الله که یک چیز برای آخرت از خیره بشه، همینجا میای خود ما همکاره و همین باعث شده که الحمدلله احساس روش کنه و احساس الحمدلله به اکثر ولایت افغانستان نمایندگی داره و الحمدلله به تمام افغانستان امیر غم رضا کارانه خیلی دوستا و همکاری میکنن با احساس و همین باعث پیشرفت احساس شده. بسیار عالی. انشاءالله شما موفق باشیم. برمیگردم به شما جناب انجینیر سید. اشاره داشتین که در کار خیر وقت قدم برداریم کار خود به خود پیش میره. بدون شک وقتی در کارهای خیر و نیک قدم برداریم هم کمک و بالاخره پشتیبانی خداوند مهربان هم چنان با ما هست و از یک تیم قوی گفتین وقتی تیم قوی هم چنان در کنار این کار خیر باشه دیگه کارا به صورت احسن پیش میره. امیدواریم که همچنان این کارها ادامه داشته باشه با تیم قوی که دارین موفق باشه. سلامت باشه. جناب انجینیر صاحب درباره استانداردهایی که کار گرفته شده و گرچه اشاره کوچکی در ابتدا داشتین نظر به خانه‌هایی که در شهر ساخته میشه کمی ضخیم‌تر و مقاومت‌تر ساخته شده، چه مواردی رو در نظر گرفتین در این خانه؟ دیگر یک پروژه دولتی که اکثرا اینطوره که هر بخش کار از او باید تست بشه. بله. مثلا از تعدادی گرفته ستون و سقف و همه چیزها حتی خشت و سنگ. بله. شما آزمایشگاه یا لابراتوارهای به شهر داریم که همو مواد در مثلا تعداد رخت میکنه و همو وسایل خود میاره به ساحه از همو جنسی که شما رخت میکنیم از امو یک نمونی میگیره و از امو مراحلی که خود اینا داره او تست میکنه که آیا اون مقاومتی که با کار ای داره یا نه، که او مراحل داره که ای نمونه میگیره امو یک قالب رخت میکنه به هفت روز تا یک نمونه از چند نمونه از امو میگیرن یک به هفت روز تست میکنن زیر ماشین و دستگاه میبرن که سعی کنن این امو مقاومت داره و یک بالاخره تا 28 روز چون همو حد نهایی جوش کردن همی سمت همینه که دیگه او بس تقریبا 100% یا 95% میرسه ببینن که همی مقاومت همیر داره همون چیزی که استاندارده که پیش خود داره همی برسیده به همون یانه. از هر بخش مثلا ما تعداد رختیم، نمونه گرفتم، رنگار گرفتیم جدا، نمونه گرفتم، ستون جدا، سقف جدا، که این کاران ما شما به کاران شخصی به داخل اینا هیچ کدام نداریم. حتی از زمین نمونه میگیرن که همین زمین مقاومت همین چیز داره یا نداره. خشتر ما بیاوردیم، خشتر تست کردم، سنگ که به تعداد کار شده سنگ رو بیاوردیم تست کردم، اینا هم فضل خدا
نتیجه و نتیجه و رضایت بخش بده که هیچ کدوم برگشت نخورد. حتی اگه شما ستون میرزیم اگه تایید نمیشه، مگر این ستون بیانیم از سر برسیم پسور بشکنیم. ضرورت به این کارا نشد، فضل خدا و همه کارا و همه استاندارده ها خوب برابر بود. در زمین نقشه ها یک مشکل دیش که شاید این نقشه ها ساحر ندیدیدم چون عاجل بود، نظر به ساحر سهی دیزاین نشده بود که یه چیزا و دگه شهرک های چیزا همون چیزی که دیزاین شده بود کار کردن. ما امروز اول که همین تعداب از این کلنگی رو زده می شد، ما نقشه رو وقتی بدیدیم همینجا از امارت اسلامی هم بودم نماینده و از شهرسازی هم بود که ما سعی کرده به اینجا مشکلات داشت. خود نقشه مشکلات به دیزاین خود نقشه بود که ایتنه که او منطقه مگر همو آب و هوازی در نظر گرفته می شد که ای چون اینجا خیلی شمال داره و خاکباد زیاد داره، هم سرده، مسئله گرمی رو به نظر گرفته شه. این بدبختانه نقشه تیری شد که همون طرفی که هفته و خوبی این خونه میگیره کلکین نداده بودن بری از این یک خونه برای میمون خونه از اینا تقریبا داده که انگار برای میمون خونه از اینا یک دردش و یک کلکینی به یک گوشی و یک کلکینی یک در یک داده بود تیری بود. این هم که ما گفتم شاید یه عجله بود و چی باز همینجا به مشوره خود از اینا ما گفتم اینجا باید کلکین داده شه، اینجا کلکین داده شه، بعضی چی تغییرات بیاورده او قبول کردم. اونا بعضی دروازه برای داده شده بود از پشت تعمیر که اینجا به تعزیو داش بود توفانا که از او دروازه آشپزخانه از بود که مگر بیرون میشد از دلیز میرم از پشت به او شد اینجا پخت و پس خور میکرد. خب خوشبختانه که اینا قبول کردم، همین شهرسازی هم قبول کرد و از امارت هم شاروال همون روز شاروال اینجیل هم بجود. خب همین هیئت بودم اینا رو واقعا خیلی مردی کرد برای ما. من که بعض چیزها بگفتم گفیار اینجا هم هر چیزی که میفهمی که به خیر این مردمه همون تغییرات بیاریم. هر کس هم ممانعت کرد نمری خور بداد بریم گفت زنگ بزنیم بگیم خودی مگر بزن. همین چیزایی که برای او گفتم گفت راست میگم دیگه، همین چیزی که همین خونه باید هفته داشته باشه که گرم شه. مثلا او دیگه تغییراتی که می آوردیم قبول کرد امر و این خوبی هم بشد که نقشه ما متفاوت از تمام نقشه های که ما بعضی وقتایی که رفتم دیدم یا افتتاحی ندیدم از طریق تلویزیون اینا همونا دیدی چی پس همون چیزی که بود تیار کردن بی کارم برای از این مردم این منطقه اگه امتیازی شد دیگه همون چیز نمیتو کش گفته مساله و همه چیز از این چون به همون استاندارد برابر انشالله که کار استاندارد بشد. بسیار عالی، خیلی عالی، تشکر میکنم. آرزوی یک چیز دیگه هم ببخشن که دیگه اگه باز چیز نشه یکم کلکینا از اینا اونجی فلیزی داده بود. فلیزی هم سرد از نظر گرمی و سردی خودی و تیر میکنه دیگه میفهمید که فلز داغ بیه و داخل خونه هم تیر میشه. ما احساس اگرچه یک مصرف زیادتر هم داری و بشد کلکه و همی پیشیشتی ما خود همی تیم گفتم این منطقه یک رقمی که یا سیاباد میگم یک شمال خیلی سرده داره یا فرعباد میگن که او باز از این طرف دولخباد زیاد داره دیگه از این کوها و دشتا هرچه خاک هست میاره که ایتا میشه که آدم نمیگه. این حال گفته همی اگه فلیزی باشه هم گرد و خاک تیر میکنه همی سردی تیر میکنه برای از این مردم، برای از این که ما این کاری بکنه کاری بشه که این مردم دیگه خیری ببینم از این. در حالی که مصارف هم به اینجا بالا رفت کلکینا از این ما پی وی سی کرده همینطور که شما شاهد بودید که پی وی سی خود شما میفهم عایق و مقابل خاکباد و اینا هم نمیاید، سردی هم به داخل از اون نمیره، خود هم از جنس پی وی سی پلاستیک بریه که خود عایق گرمی سردی تیر نمیکنه که این خوبی هم به کار از این افزوده شد. بسیار عالی، تشکر از زحمات شما واقعا قابل ستایش از زحمات شما و تشکر میکنم از شما جناب محمدی صاحب. اگر کدام حرف باقی مونده باشه فقط خیلی خیلی کوتاه آخرین پیام شما رو میشنوم محمدی صاحب. تقاضم از دوستایی که دست اینا بازه و دست اینا بخیر الحمدلله بازه احساس را از خود بدانند و به احساس اعتماد بکنند. انشاءالله احساس با شفافیت کامل تمام کمک هایی که دوستا داشته باشند انشاءالله به نه و اصلا نور به جای از او توضیح میکنند.
خوبه که انشالله دوستا به احساس اعتماد بکنن و احساس انشالله این تبلیغیه که پول از شما بگیره بعداً باز به شما گزارش هم نده. الحمدلله ما از هر کس که کمک به ما رسیده باز همون گزارش تفصیلی از اون که همین پول به کجا مصرف شد و به چه جای مصرف شد و به چه کسی داده شد انشالله تفصیلی به برادر میرسانیم. و الحمدلله خیلی کسان به همین حالت کمک میکنن، احساس به کمک همین دوستا سر پایده و همین دوستا اعتماد بالای دارن به احساس به انشالله احساس روش کرده و انشالله ما آینده هم روش میکنن. موفق باشین. تشکر از شما جناب انجینر و تشکر از شما از حضور شما در برنامه و سپاسگزاری خاص و ویژه دارم از شما هموطنان عزیز و گرامی که برنامه سفره نور امروز همچنان تماشا کردین، در کنار ما بودین، صحبت‌های مهمانان عزیز شنیدین و مطالبی که در جریان برنامه پخش شد تماشا کردین. امیدوارم که مستفید و خیلی خوب واقع شده باشه. از حضور شما مرخص میشیم. شب و روز شما خوش. الله حافظ و نگهدار شما.